کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذاهب در جهان روز دوشنبه 11 اردیبهشت با نشر گزارش سالانه اش گفته که وضعیت آزادی مذهبی در افغانستان به گونه متداوم رو به وخامت نهاده است. به گفته این نهاد، هیچ تغییری نسبت به حاکمیت قبلی این گروه از سال 1996 تا 2001 به مشاهده نرسیده است. کمیسیون آزادی‌های مذهبی آمریکا خواهان افزودن افغانستان به فهرست کشورهای مستلزم نگرانی ویژه گردیده است. به گفته این کمیسیون، طالبان با وجود آنکه تعهد کرده بودند که از گروه‌های دینی و قومی در افغانستان محافظت خواهند کرد، نتوانسته یا مایل نبوده از این اقلیت‌ها در مقابل خشونت گروه‌های افراطی مانند شاخه‌های گروه طالبان و گروه تروریستی داعش محافظت کنند. در دوران حکومت طالبان در چندی مورد مکان‌های مذهبی به ویژه تجمعات شیعیان افغانستان هدف حمله‌های مسلحانه و انفجاری قرار گرفته است. در این گزارش آمده که طالبان در تأمین امنیت گروه‌های قومی و مذهبی در افغانستان ناتوان بودند و حتی آزادی‌های شیعیان را نیز محدود کردند. این گروه در آخرین مورد به عالمان دینی شیعیان در استان بلخ گفتند که پس از اعلام دادگاه عالی این گروه، عید فطر را با سنی ها یک جا جشن می گیرند. محتسبان و نیروهای این گروه در عید فطر با ایجاد ایست های بازرسی زیر نام تدابیر ویژه امنیتی در گذرگاه های عمومی شهر نیلی، مرکز استان دایکندی، به زور و تهدید علیه شهروندان اون استان عید کردند. برای بحث بیشتر در این مورد آقای محمد نبی سروری، کارشناس روابط بین الملل و عضو شورای مرکزی حزب شهروندان افغانستان از شهر وین اتریش با ما همراه هستند. سلام، وقت شما بخیر. خداوند و با عرض سلام و روز بخیر خدمت شما، همکاران محترمتان و بینندگان محترم شبکه خبری شما. باید گفت که آنچرا که کمیسیون آزادی مذاهب در جهان از ایالات متحده آمریکا گزارش داده است، نه تنها واقعیت دارد و مورد تایید است، بلکه اوضاع آزادی مذاهب و در مجموع اوضاع آزادی بیان، حقوق شهروندی به کلی در حکومت طالبان رعایت نمیشه و به مراتب وضعیت شکننده تر و ناامید کننده تر از آنچه است که این کمیسیون گزارش داده است. همون قسمی که در جریان است میدانین که طالبان از طریق قدرت و از طریق جنگ حاکمیت سیاسی را در افغانستان تصرف نکردند، بلکه دلالان و لابی های طالبان با ادعای دروغینی مبتنی بر این که طالبان تغییر کردند، زمینه برگشت مجدد طالبان به قدرت در افغانستان را فراهم کردند. و از وقتی که طالبان حق حاکمیت ملی افغانستان را در یک معامله ناجوان مردانه با غرب از مالکان اصلی آن که مردم افغانستان باشه غصب کردن، زندگی مردم افغانستان واقعا تحت حاکمیت رژیم آپارتایدی طالبانی تبدیل به کابوس وحشتناک گردیده است. همانطور که در گزارش هم ذکر شده است، طالبان با وجود این که تعهد سپرده بودند که از گروه‌های دینی و قومی در افغانستان محافظت می‌نمایند، اما اکنون به وضوح ما مشاهده میکنیم و جهان شاهد رخدادهای غیر قابل باوری است که توسط رژیم تقومی و تکحزبی طالبان در افغانستان جریان دارد و رژیم طالبان حتی به ابتدایی ترین حقوق شهروندان افغانستان هم احترام نمی گذارند و چیزی به نام آزادی به معنای عام آن
در رفتارهای قوم ستیزانه طالبان که حتی نه تنها مذهب ستیزانه است، قوم ستیزانه، مذهب ستیزانه و زن ستیزانه وجود ندارد. چیزی به نام آزادی یعنی به معنای واقعی آن را نمیتوانیم ما شما در نظام استبدادی حکومت طالبانی مشاهده نماییم. آقای سروری، ادامه سرکوب و نقض آزادی های مذهبی در افغانستان چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟ بفرمایید. گرچه من میخواستم در این مورد یک توضیحات بیشتر بیتم و بعد وارد مرحله دوم سوال شما شویم و بد نیست، فرق نمیکنه. اگر اجازه بدین یک کمی توضیح بدیم در این ارتباط. وقتم در نظر میگیرید آقای سروری؟ وقتمون کمه. خوب اثر داشت. طالبان متاسفانه مذهب اهلی تشیع را هرگز به رسمیت نمیشناسه، چنانچه یک کمیسیون هم در گزارشات خود به طور مفصل گزارش داده بودند. ادامه سرکوبگری ها و نقص دهشتناک آزادی های فردی، قومی و عقیدتی در تضاد مطلق با روحیه جامعه متکثر و چند قومیتی و چند مذهبی افغانستان بوده و با هیچ یکی از قوانین اسلامی و یا قوانین معتبر شناخته شده بین المللی از منظر من سازگاری ندارد و نقص واضح کنوانسیون حقوق بشر است که افغانستان عضو آن می باشد. هدف بنیادی از این اعمال خشونت های غیر قانونی توسط طالبان از جایگاه یک حکومت غاصب و نامشروع که توسط نخبگان سیاسی و انحصارگرایان قدرت در افغانستان صورت می گیرد، بحران های موجود در کشور را تشدید می بخشد و مانع ایجاد یک حکومت مرکزی همشمولی برخواسته از آرای مردم گردیده، صرف نظر از این که به پیامدهای این استبدادگری ها خطر وقوع جنگ های داخلی مهار ناشدنی را نیز به همراه دارد. من شخصا بر این باورم که اگر حکومت طالبان در کشور استحکامیت بیشتری پیدا کنه و این کشور تبدیل به مراکز آموزشی و تحصیلی در تبدیل به مراکز تربیتی تروریسم در جهان بشود و طالبان پلان دارد که تمام مراکز آموزشی تعلیمی و تحصیلی افغانستان تبدیل به مدارس کنه و از آن هم که بگذاریم، متاسفانه مشاهده میکنیم که افغانستان یک بار دیگر تحت حاکمیت رژیم طالبان تبدیل به پناهگاه خوبی برای تروریستان بین المللی شده است و حکومت طالبان به عنوان مرکز نقش سوق و اداره تروریستان و ناامنسازی جهان را به عهده خواهد داشت در آینده و صرف نظر از دیدگاه پروژه‌ای نسبت به طالبان در صورت بقا و تقویت طالبان بدون شک نخبگان سیاسی پشتون و شوینستان قبیله کنترل طالبان را در آینده از دست خواهند داد و آنان از لحاظ تفکر و از لحاظ اندیشه‌ای یک اندیشه همگون با القاعده دارد. استراتژی حکومت اسلامیشان فرا جغرافیایی می باشد و در حقیقت تعریف حکومت طالبان، حکومت اسلامی طالبان جهان گستر است و آنگاه هست که شعله های این آتش افرادگرایی که جرقه آن از مذاکرات قطر زده شده بود دامن کسانی را خواهد گرفت که به عنوان متحد دولت افغانستان زمینه سقوط حکومت مرکزی را در افغانستان فراهم نمودند و قدرت افغانستان که مالک اصلی آن مردم افغانستان بود متاسفانه به این سازمان تروریستی طالبانی سپردند. تشکر میکنم از شما آقای سروری. ممنون. محمد نبی سروری از وین اتریش با ما همراه بودند.